ریاست عمومی پاسپورت یکی از پرازدهام‌ترین نهادهای دولتی در پایتخت. روزانه هزاران تن برای به دست آوردن پاسپورت در اینجا انتظار می‌کنند. رئیس عمومی پاسپورت می‌گوید که روند توزیع گذرنامه‌ها برای کسانی که در حکومت پیشین ثبت نام کردند ادامه دارد و می‌افزاید که تا 3 هفته آینده روند ثبت نام آنلاین برای درخواست کنندگان گذرنامه‌ها دوباره آغاز خواهند شد. پشل 15 ورځو کې به دغه لړۍ پای ته ورسیږي او بیا به نوې غوښتنلیکونه ته موږ ټولو ته اعلان وکړو چې نوې غوښتنلیکونه بیا راوړي. در همین حال مردم شکایت دارند که به علت بی‌نظمی‌ها مستحقان نیز با آسانی گذرنامه‌ها را به دست آورده نمی‌توانند. ما خودم شخصا دو روز شده آمدیم، دو روز سه روز میشه با این مدریکم خلاص شده، فقط با پاسپورت مانده ما دو روز شده آمدیم داخل شده نمیتونم. دری وری پکتیا نراغلم یه دوم گیرت قدوی وای چی وقتی راست یه بجه دو بجه زه نه دوم گیرت نیم سر راوستم ایزه که وقت ختم ده. دولتی کارمندان که کم رسمی سفر ولری مقتدی معرفی کوی او هغه کسان چې کوم رسمي سفر مون لري سر پاسپورت جوړوي نو هغه نوی غوښتنلیکونه دي ډیر احترامانه خوښته دي ټولو نه دبا چې هغه د موږ ته نه معرفي کوي ځکه دلته یو ازدحام جوړ کی او یو مشکلات ایجاد کی او موږ خپل کار ته نه پریږدي چې د مخکاني کارونه خلاص. شهروندان کشور هشدار میدهند که اگر روند توزیع پاسپورت در ولایت ها آغاز نگردد همه مردم به این ریاست هجوم خواهند آورد. دغه لړۍ په ولایت کې مشهور وسی او هم د خلکو کار ژر وسی ترڅو هم دا د رش مخنیوی وسی هم خلکو اړتیا پرسوي. کله چې ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي، مریضان دي، تکلیفونه لري، ناروغیان لري، نو پرته له پاسپورټ نه پرېښودل کېږي. نو اړینه او ضروري خبره دا ده چې څومره زر کولی شي اسلامي امارات د پاسپورټ د ویش پروسې په ولایتو کې پیل کړي. آمارهای این ریاست نشان می‌دهند که روزانه تا 5000 پاسپورت توزیع می‌گردد و از آغاز روند دوباره توزیع پاسپورت تا اکنون بیش از 60000 پاسپورت توزیع شده است.